به نام آن ذاتی که برای ما قوت نطق و بیان بخشیده است. بینندگان محترم صدای توران، سلام و خوش آمدید. سفر سلام رحیمی، رئیس دفتر اشرف غنی به کابل و بدرقه او توسط اعضای رهبری طالبان، دیدار جنرال ندیم احمد انجم، رئیس ISI پاکستان و یک تعداد رهبران سیاسی در انقره و همچنان منجمد شدن 3.5 میلیارد دلار از بودجه ملی در امریکا، در این روزها عناوین خبر و گزارش‌های مربوط به افغانستان را تشکیل می‌دهند. در برنامه امروز شنبه 19 فوریه 2022 بینش و انالیز می‌خواهم نظریات یک تعداد از اندیشمندان برون‌مرزی کشور را با شما شریک سازم. مهمانان برنامه پروفسور دکتر تردیقل بسم الله میمنگی، آگاه سیاسی از دنمارک، پروفسور دکتر محمد نظیب شهرانی، استاد دانشگاه در ایندیانا ایالات متحده آمریکا، محترمه حلیمه صدف کریمی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، محترمه روحینا کریمی، فعال مدنی. مهمانان عزیز، تشریف آوری تک تکتان را خیر مقدم می‌کنم. محترم میمنگی صاحب، البته با شما آغاز میکنم. آیا سفر سلام رحیمی، رئیس دفتر اشرف غنی، در چنین یک شرایط بحرانی به افغانستان معنادار نیست؟ با عرض سلام خدمت شما و همه مهمانای عزیزی که در این برنامه حضور دارن، جناب پروفسور صاحب شهرانی، وکیل صاحب صدف کریمی، حلیمه جان صدف کریمی، خانم روحینا کریمی و ارخون جناب لره آتیلا و سید شافاریابی که ما در چی در صفحه کمپیوتر خود ببینم و عرض احترام به تمام بیننده ها و شننده های این برنامه که بنابر ضرورت روز ما را اونا را به عنوان شنونده و ما را به عنوان تحلیلگر ای اوضاع با هم یک جا می سازه، ما به سوال شما چنین پاسخ می دهیم که این موضوعی که سلام رحیمی دوباره به کابل به دیدار طالبان می شتابه، یه یک پدیده تعجب‌آور نیست، برای که این برخواسته از مسائل تاریخی عنعنوی جامعه افغانستان در وجود دولت‌ها یا حاکمیت‌های قبایلی پشتون سالار است که اینا به خاطر با وجود آوردن یک دولت متمرکز که در رأس از او همیشه خود از اونا قرار داشته باشه، همیشه با هم جمع میشن، اختلافات کنار میگذارن و متحدانه به خاطر اشغال کرسی دولت و مرکزیت دولتی وارد عمل میشن. با وجود داشتن اختلافات درونی که همیشه در تاریخ بنا به خصلت و ماهیت جوامع قبیلوی در بین دینا حاکم بوده، مثلا کشمکش های تاریخی و پایان ناپذیر غلجایی و عبدالی، درانی و غیر درانی و جاجی و منگل، خب به این ترتیب ما جنگ قبیلوی، مناسبات قبیلوی، خصلت اتحاد ناپذیری همیشه در بطن خود حمل میکرده، ولی در برابر دینا در قرن 18، 19 و 20 استعمار انگلیس تلاش کرد که در وجود دینا یک دولت به وجود بیاره و این دولت در ماهیت خود دولت حاشیه باشه، یعنی دولت‌های حاشیه در ادبیات سیاسی به دولت‌هایی گفته میشه که در حاشیه قدرت‌های بزرگ شکل میگیره و با تغییراتی که در وضعیت دو قدرت‌های بزرگ رونما میشه، اینا هم تغییراتی را پذیرا میشن. بر اساس این میگه اینا همیشه دو مشخصه داشتن: اتحاد درونیشان به خاطر حفظ قدرت حاکمیت در افغانستان تحت نام افغانستان، یعنی کشور افغانها، با هر مانوری که انجام میتن میخواین که افغانستان سرزمین افغانها و غیر پشتونها را میمانهای ناخوانده و یا میمانهای قابل ترحم میدانن که گویا پشتونها از لطف خود در این سرزمین برای اونها زمینه اسکان امرار حیات دادن. و دیگه خصوصیت از اینا
یعنی این گپ دینا نه کدام مبنای منطقی داره، نه کدام مبنای تاریخی داره و نه کدام مبنای تحقیقی داره که اینا ثابت کرده بتانند که آیا پشتون در دوران کوشانی ها کجا بود، در دوران یفتلی ها در کجا بود، در دوران تیگلتینشاهی ها در کجا بود، در دوران غزنوی ها کجا بود و در دوران سامانی ها. به این ترتیب ما سلسله مراتب اگر پی بگیریم تا زمان نادرشاه افشار، اینا در صحنه تاریخ وجود زمینی دارند، وجود زمینی دارند، موجودیت زمینی از اینا، از موجودیت از اینا تیمور جهانگیر در خط هندوستان از اینها استفاده میکنن، چنگیز که اولجای توخان که در لشکر خود از وجود از اینها استفاده میکنن و نام های در تاریخ نامه هرات و غیره از اینجا برده میشه، دیگه حضوری در صحنه سیاست که حاکمیت داشته باشن ندارن. فقط با دم پاشیدن دولت نادرافشار است که زمینه ساز دیدیم میشه که اینا دست به دولت ساز. البته یک دولت بیرون مرگی هم در اصفهان در خاک امپراتوری، در خاک دولت فارس ایجاد میکنن که زودگذر است. فقط با دو سه چیزی که در اونجا هم بچه کاکا را و شاه محمود شاه اشرف و شاه اشرف یکی دیگه و یعنی می رقم کور کردن و کشتن و با این ترتیب زود به پایان می رسه. ولی بعد از اینکه اینا با توسط همشای عبدالی دولت تشکیل میتن، ماهیت این دولت قبیلوی است. مختصرا باید بگویم که دولت همشای عبدالی یک اتحاد قبیلوی است، یعنی یک کنفدریشن قبایلی است که شکل میگیره و هیچ نوع ماهیت دولت مدرن بر خود نمیگیره. و بعد از وفات همشا ما میبینیم که فرزندای ازی ونمو وحدت قبایلی را، چون قبایل به ذات خود نمیتونه که متحد باقی بمانه، زود از هم میپاشه. و ولی در همه احوال مثل که پیشتر ما اشاره کردم که پشتون سالاری برای ایجاد حاکمیت پشتون تحت رهبری قدرت‌های بیرونی که اینا را هدایت میکنه، همیشه برنامه ای را به دست میاره که در واقعی بسیار دشواری که قدرت از اینا به مخاطره میفته، اینا با هم متحد میشن. چنانچه ما وقتی که از دیگه مسائل تاریخی عبور میکنیم، به خاطر که اینا در طول قرن 19 و 20 هیچ وقت موفق نشدن دولت به وجود بیارن، فقط دولت هایی را که حاکمیت هایی را اینا مایم حاکمیت های ملک و توایفی را به وجود آوردن که به استثنای دوره امیر عبدالرحمن و امیر عبدالله فربچهش دیگه حاکمیت سرتاسری که قبایل پشتونه با هم یک جا نگاه کرده بتانه موفق نشده بودن. حتی امیر عبدالرحمن از انگلیس ها خواهش میکنه، شما به تراج تواریخ مراجعه کنین که نگه که قبایل پشتونه را که او طرف خط دورند است ما براتون میبخشم، فقط تو زمینه تهاجمات از اینا رو مرا از شر تهاجمات از اینا نجات بده. اینا همیشه ما را در مزیقه نگاه میکنن. شما در وقتی که خط دیورند امضا میشه، امیر عبدالرحمن از دولت انگلیس تشکری میکنه. شما در تراج تواریخ مراجعه کنید، از دولت انگلیس تشکری میکنه، مرا چنگ یک بلای عظیم نجات داری، یعنی قبایل اون طرف سرحد. و البته دولت امانی باز هم قربانی توطئه های او را هر نام عنوانی که میگذارن، او قربانی توطئه های قبیلوی خود درون پشتون شد. قیام هایی که از خود، قیامی که در برابر از خانواده آل یحیی، قیامی که در شنوار، قیام هایی که در نقاط مختلف، اولین قیام های ضد امانی نه در بین ازبک ها شکل گرفته، نه در بین هزاره ها، نه در بین تاجک ها. تاجک ها و ازبک ها با درک ضرورت زمان و توی متمدن شدن گام برداشتن و همگام شدن با هر برنامه‌ای که به خاطر تمدن آرایی در این سرزمین به بار آمد، آغاز شد. ولی آن چیزی را که در افغانستان همیشه تمدن با طلای سنت و عقب‌گرایی، او خود قبایل پشتون است.
و یه سبب شد که امان الله در نتیجه تخاصم قبایلی درون خود و چی محکوم به شکست شد. و در این شکست اینا چون آمادگی نداشتن که به خاطر تعیین زعیم که قبایل که با هم جور نامده بودن و نادر هم در اروپا بود، در فرانسه بود و او را هم دعوت کردن تا وعده ای که اذن اجازه انگلیس نگرفت در افغانستان آمده نتانست. بعد از این که با وجود که حبیب الله کلکانی از او دعوت میکنه و برادرایش شاه محمود و شاه ولی را برکشوان میکنه که تو را جایت، ملکیتت، خانوادهت همگی در امن امانت، فقط تو بیا در کابل که ما به امرای تو مشترکاً دولت مشترک اسلامی میسازیم. اما او با اجازه انگلیس ها بیود آمدن به کابل، در خوش داخل میشه و جنگ های ضد امیر عبدالله کلکانی را شروع میکنه. یعنی این پدیده چه معنا داره که در افغانستان باید غیر پشتون حکومت نکنه، غیر پشتون باید به قدرت نرسه. ما از این مسائل تاریخی خصوصا بر جوانان توصیه میکنیم که ما به تاریخ مراجعه بکنن. صفحات تاریخ بسیار ناگفته های فراوانی داره که در این رابطه هر صفحه از این عمیق ترین مطالعات ایجاب میکنن تا شما نسل جوان در برهوت بیخبری از تاریخ واقعی افغانستان باقی نمانین. تاریخ هایی را که توسط آقای غبار و فرهنگ و اینا نوشته شده، امینا تاریخ های فرمایشی و گاهی هم تاریخ هایی است که تحت جبر سلطه، چتر استبداد های حاکمیت های قبیله و خاندانی نوشته شده. ولی شما اگر میخواین که تاریخ های واقعی افغانستان ای را کاوش بکنین، در منابع دیگه ای که خصوصا اگر شما زبانهای انگلیسی را یاد دارین، در آرشیوهایی که در انگلستان، در هند وجود داره، در کلکته وجود داره، منابعی که در ایران وجود داره، در آسیای میانه وجود داره، منابعی که در کتابخانه ها، آرشیوهای کتابخانه های اتحاد جماهیر شوروی سابق، روسیه امروزی وجود داره. اگر شما به اینجا مراجعه کنین، ما برای تحقیق کردن پیرامون تاریخ واقعی افغانستان یک ضرورت یک اکادمی بسیار بزرگ داریم که این اکادمی باید افغانستان از جهل تاریخ و جهل تاریخ نجات بده. تاریخ واقعی که باشنده های سرزمین هم مثل انسان های متساوی حقوق همزیست در این جغرافیا تعریف کرده بتانند. گپ به سر آمدن سلام رحیمی است. ما پیش ما گپ به حاشیه نروه. ما این را مرتبط می سازم فقط با سقوط نجیب. سقوط نجیب با تلاش که نجیب خواست دولت به گلبدین تسلیم بده و یک دولت پشتونستی را، یعنی یک کمونیست پشتون، یک کمونیست پشتون حاضر نیست که یک دولت دموکراتیکی را که در اونجا تمام مردم افغانستان حضور متساوی داشته باشند این را تحمل بکنند. وقتی که زمینه سقوط خود فراهم میبینه و حتی میتونه که حفظ بکنه با متحد ساختن تمام اقوام افغانستان، امی حاکمیت خود حفظ کنه، ولی حفظ حاکمیت مثل که اشرف غنی حفظ حاکمیت به نفع خود ندید، او را به طالبان تسلیم داد، این میخواد که حاکمیت به گلبدین تسلیم بده و به خاطر دادن حاکمیت بی درد سر به گلبدین باید تمام نیروهای مسلحی که در دامن دولت از اقوام ملت های مختلف تحت نام دفاع از وطن، از دولت، از حاکمیت به وجود آوردن، اونا را باید خلص سالم میکرد. در اینجا بود که او در این پروسه ناکام ماند و با ناکامی عدی دولت از دست پشتونها خارج شد و غیر پشتونها رسید. و با وجود آمدن غیر پشتونها، گلبدین علنا اعلان کرد که ما هرگز موقعی نمیتونم که در افغانستان، وقتی خبرنگارا پرسیدن این تو کابل و ایرانه کردی، یک قدر بم راکت به سر کابل، یک انسان ها رو کشتی، چی میخوایی؟ یه البته صدای من نیست، صدای تک به صدای خود گلبدین از چارا چاپ ثبت شده، شما در آرشیف ها جستجو کنین که او میگه که من فقط نمیخوایم که یک اقلیت های قومی در کابل موفق به تشکیل دولت شد. و اینجاست که اینا جنگ های تنظیمی را میندازن. موقعی نمیتن که دولت استاد ربانی و دولتی را که به میور جمعیت اسلامی شکل گرفته، این از طریق یک مشروعیت، از یک طریق مشروع
و مشروعیت خود ادامه بده. جنگ ها را دامن میزنن با وجود شناخته شدن بین المللی ایر موقعی نمیتن که آبگر بعد گلوی همینا فرو بروه و اینا را هر قدر امتیازی که به گل بدین میتن، هر قدر امتیازی که به سیاب میتن، هر قدر امتیازی که به مولای نبی و دیگه رهبرهای تنظیمی میتن، اینا آرام نمیشینن تا وده ای که یه نمی تنظیم های مولای نبی و سیاب با هم یک جاشوه طالبا را به وجود میاره تحت رهبری آیسای پاکستان. بنیاد اصلی نیروهای طالبا از بدنه دو حزب سیاسی، دو تنظیم سیاسی سیاف و مولای نبی سر میکشه و اینا را بنام بعد بین بردن بی نظمی های تنظیمی ها وارد قلمرو افغانستان میسازه پاکستان و پشتوانه یادی دو کمپانی یونیکال و دلتای کانادا و امریکا عربستان سعودی هم دو سهم داره و عوده خلیج دو سهم داره و خطوطا کمپانی یونیکال که برنده داوطلبی تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان از ترکمنستان به بحر هند میباشه، ای در قندهار یک گارد دیگه به نام گارد امنیتی پایپلاین گاز ایجاد میکنه و کرسه‌های معینی را دایر میکنه که در اینجا طالب ها نقش اینمی کندک یا گوند یا گارنیزون حفاظت از پایپلاین گاز ایفا میکنن و بعدا میبینه که در داخل افغانستان در وجود طالب میتونه به میور طالب پشتون همه متحد شود. طالب حاضر، پشتون حاضر نیست که بر علیه طالب بجنگه. اینجاست که ایره دعوای به سر طالب دعوای حاکمیت میزنه، امارت میزنه و بالاخره ملا عمر به امارت میرسه. ولی در دوره اول میبینن که این امارت دوام نداره به خاطر تجربه دولتداری نداره و از مناطبات قبیلوی او هنوز بیرون نشده و از دولتداری و ایجاد دولت‌های مدرن هیچ و اصلا هیچ فهمی در چی خود نداره. اینجاست که میبینن که قیام‌ها در افغانستان در سرتاسری شده روان است و اید عمر طالب‌ها جدگذر است. برای که در اینجا هم با قیام های غیر پشتون ها طالب ها سرنگون نشوند که در اونجا مثلا دزاری و کشنده مرشال طیب دوستم، آقای محقق و آقای خلیلی و در تخار خوجباودین هم شهید امشای مسعود، اینا همگی روز به روز تقویت شده میرن و اینا به آیتایتا در داخل افغانستان تجمع میکنن و روسیه و بعض کشورها موجودیت طالبان را دیگه و ایران دیگه درک میکنه که با موجودیت طالبان استاد یک کمی خلاصه تر بکنید که بمانای ما بگیریم میبخشیم که ما بله طالبان را سرنگون میسازن به نام به بهانه 11 سپتامبر و بعد از 20 سال مانور میخوان که خود سرنگون میسازن ولی در این سرنگونی میخوان که پشتون دوباره به سر قدرت بیارن. کنفرانس اول بن فقط یک دستاورد داره، او دستاوردش اعطای قدرت از دست رفته پشتون به پشتون است که در پشت سر ازی کرده قبول ده قرار داره، خلیزات قرار داره، جلالی قرار داره و احمدزی قرار داره، اشرف غنی احمدزی قرار داره و یک ائتلاف پشت پرده و روی پرده پشتونیزم قدرت دوباره و طالبان تسلیم میکنه و اینا در یک با ایجاد یک قانون اساسی بسیار متمرکز که تمام صلاحیت های دولت به یک رئیس جمهور میده، میخوان که قوی ترین دولت متمرکزی را به وجود بیارن که با استفاده از صلاحیت های قانونی حاکمیت بقا ببخشن و یک حاکمیت پایدار در افغانستان متمرکز ایجاد کنه. تشکر استاد. بعد در بحث های بعدی باز مفصل فقط با آمدن سلام رحیمی برتان اشاره کنیم که آمدن سلام رحیمی تنها آمدن سلام رحیمی نیست، چنانچه برادر اشرف غنی حشمت غنی احمدزی او به صراحت گفت که ما در داخل افغانستان به همراه طالبان گروه های مختلف در حال تماس هستیم
و شاید بدودی اشرف غنی جمع یک تعداد از اپارات دولت قبلی از او یک جا با او به افغانستان برند و به همراه طالبان. و آنچه که در اینجا مبهم است، یعنی پیام غرب است به آدرس مردم افغان، دولت فراگیری که میگه یعنی چی؟ آیا دولت فراگیر با آمدن شریک شدن عناصری از دولت اشرف غنی و کرزی دوباره میتونه، و یا پیامی را که اشرف غنی کرزی و اشرف غنی میتونه لویه جرگه دایر کنین تا مشروعیت دوباره به دست بیارین؟ اینا همگی مانورهاست، مانورهایی که به خاطر با وجود آوردن یک دولت متمرکز مقتدر پشتون سالاری در افغانستان جریان داره، و اینا این آمدن سلام رحیمی یک گپ تصادفی نیست. سلام رحیمی و دار دستگاه دست دولت اشرف غنی، قسمی که ما و شما در پروسه دولتداری اشرف غنی و کرده همیشه متوجه بودیم که اینا نسبت به ای که ضد طالب باشن حامی طالب بودن، چنانچه رابرت گیت وزیر دفاع در کتاب خود نوشته میکنه که کرده بر ما گفت که مشکل ما طالب نیست، مشکل ما جبهه شمال است، و بناهن اگر تو برای ما کمک کنی که ما جمعه شما را کنیم. و این همه تلاش ها به شکل منسجم هم از مهان در این میگه جریان دارم. بسیار زیاد تشکر. وکیل صاحب، البته بانو حلیمه صدف مخی از یا سوال مطرح میکنم. شما ملاقات رئیس استخبارات پاکستان با یک تعداد رهبران سیاسی را در انقره چگونه تعبیر میکنید؟ آیا واقعا پاکستانی ها دلسوز مردم افغانستان هست؟ سلام درود خدمت جناب استاد میمنگی و جناب شهرانی صاحب، جناب دکتر صاحب و دوستایی که همین اکنون آنلاین هستن، لایف هستن و صدای ما را میشنوند. تشکر از جناب شهرانی صاحب که فرصت خودشان را به من دادن. جناب دکتر صاحب تشکر از شما هم تا که صدای گرامی و تحلیل های روز و تاریخ که سیاسی افغانستان مورد بررسی قرار دادن و خصوصا جناب بیمنگی صاحب از نگاه تاریخی واقعا وضعیت کنونی افغانستان و حکومت امارت اسلامی در افغانستان به خوبی بیان کردن. و قسم که شما بهتر می فهمین، پاکستان همیشه مداخلات خود داشته، چی در زمان حکومت قبلی و چی در زمان حکومت امارات. اونها هر اون چیزی که به نفع خودشان هستن فرصت ها را از دست نمیدن. اما این بار هم نگرانی های آغاز سال جدید در افغانستان باعث این شده که تا طالبان امارات اسلامی از پاکستان از آمیایشان استفاده بکنن تا بتانن رهبرای شمال متقاعد بسازن و لابی از اینا نتیجه بده به خاطر رسمیت شناختن اینها توسط کشورهای غرب. و بیشترین تاکیدها هم نشست های اروپا و امریکا در دوحه بین گروپ هایی که تشکیل شده بود همین بود که اگر در صورت موافقه توافق گروه هایی که در دوحه تشکیل شده، اگر در صورت که رهبرای شمال متقاعد ساخته نشه، احتمال جنگ داخلی میره و اینها باز هم نمیتونن موفق شون یا در رسمیات شناخته شون. و رفتن میانجیگری نماینده ایسای امرای رهبرای سیاسی در استانبول این خودش نشان دهنده ازی هست که مایه نگرانی قسمی که در حکومت گذشته بر از اینا دامهای گوناگون جور کردن و فرصت حکومت قبلی هم فرصت از این را نکرد که تا این رهبرها را از بین ببره یا اینها را خونسا بسازه. و باز با آمدن امارات و انتقال قدرت با از یک کتله به کتله دیگر که هر دوی هزینه ها یکی با نکتایی و یکی با لنگی، اما هدف یک چیز بود و اینها انتقال بتن. و حال هم امون بازی قبلی جریان دارد تا از آمدن سلام رحیمی تا مصاحبه های محیب و تا ابراز حمایت برادر زاده اشرف غنی از
چشم پوشی از خیانت هایی که در حق ملت مردم افغانستان انجام دادن، همه از اینا عامل از این بوده. میتونه که یک بار دیگه اینها رهبرای شمال اثرش کار بکنن و تقاید بسازن تا که اینها مشروعیت بیشتر پیدا بکنن و دل کسایی که در دوحه نشست کردن و گروهی که از طرف امریکا هست و اتحادیه اروپا هست و خود وزیر خارجی امارات اسلامی اینها روی بس گذاشتن، اینها تایید بکنن. اما اینجا باید کسایی که با اینا گفتگو کردن و کسایی که نشست داشتن، موضوعاتی که بحث شده نادیده نباید بگیرن که سه گروهی که تشکیل شده در دوحه کاملا احزاب سیاسی و نماینده های احزاب سیاسی اونجا توسط یکی از بزرگای امارات حذف شده، که گویا اینها امی فیصلی از اینا را بی نتیجه می سازد و این خودش امو خودکامگی را به وجود میاره و این امو توافقی که در گذشته صورت گرفته، چی پشت پرده بوده چی در کدبی همه مردم افغانستان و جهان شاهد ازی هستن صورت گرفته، اینها میخواین امو گام به گام توافق خود عملی بکنن و ملت به تاریکی بمانن و این خودش روشن کننده هزی هست که اینها هم نگران هستن، هم از یک طرف اینها میخواین که دل غرب به دست بیارن و مشروعیت بدن حکومتشان تا در آینده اقوام و اقلیت هایی که در افغانستان هستن اینها را قسمی که حال زبان ازبکی را اینها حذف کردن، روزای ملی مردم افغانستان و کسایی که اقلیت ها هستن اینها حذف کردن، اینها و کسایی که کادرای ما هستن، کسایی که انسان های توانمند هستن، لیدرشپ هستن، اینها را هم یکی پای دیگه بعد از مشروعیت اینها میخواین که حذف تاریخ بسازن. وقتش است در این قسمت باید بزرگای ما، رهبرای سیاسی و کادرای سیاسی علمی ما باید در این قسمت غور و بررسی بیشتر داشته باشند تا این فرصت بر از اونا نسپارند که یک بار دیگه ملت ما در باد فراموشی سپرده شود. اینها روی تفاهم نامه‌ای که فعلا در دوحه صورت گرفته بعد از برگشت نماینده پاکستان که خدای نخواسته یک بار دیگه مردم ما را در حاشیه بمانند. بسیار تشکر.